همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در یکی دیگر از سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. 27 سال پیش در روز 15 مرداد، ششم ماه آگوست، اوت 27 سال پیش، زنده یاد دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره پیش از انقلاب، به دست تروریست های گسیل شده از سوی جمهوری اسلامی همراه با یار و همکار گرامیش سروش کتیبه کشته شد. و در این سالها هر سال اون مجموعی که ایشان برپا کرده بود، نهضت مقاومت، این دوستان هر سال در گورستان آرامگاه موقت شاپور بختیار، چون ایشان امیدوار بوده همیشه که، یا یارانش همیشه امیدوار بودن زمانی این آرامگاه به ایران برود، در گورستان، یکی از دو گورستان بزرگ پاریس، در گورستان مونپارناس، هر سال برنامه‌ای در روز ششم ماه اوت یا آگوست برگزار می‌کنند. از یک ماه پیش هم اعلام کرده بودند که باز هم مانند هر سال برنامه‌ای خواهد بود. من دو سال پیش در 25 سالگرد کشته شدن او در مزار او بودم و به سخنرانی های دوستان در اونجا گوش دادم و بر روی برنامه هم غم‌انگیزی بود و هم در این حال یادی بود از مرد بزرگی که در یکی از دشوارترین روزهای تاریخ ایران پذیرفت که نخست وزیر ایران باشد و کوشید تا جلوگیری کند از ویرانی ایران و جلوگیری کند از به قدرت رسیدن آیت الله خمینی که به اون خواهم پرداخت. ولی بر روی هر سال در همین روز، یعنی روز ششم که سالگرد کشته شدن اوست، یاران او با پشتیبانی خانواده او برنامه رو برگزار میکنند و میکردند که در این برنامه معمولا یکی دو نفر سخنرانی میکنند. از یک ماه پیش دوست خیلی خوب من، یار نزدیک دکتر شاپور بختیار که مسئول شورا هم بود، آقای علی شاکری زند، از من خواستند که من سخنران میهمان در این برنامه باشم. خود ایشان از طرف نهضت صحبت خواهند کرد و من سخنران میهمان در این برنامه خواهم بود. ساعت 4 پس از نیم روز در روز دوشنبه ششم ماه اوت در گورستان، در مزار زنده یاد شاپور بختیار، در گورستانی که بر روی اینک آرامگاه موقت اوست، در مونپارناس، این برنامه برگزار خواهد شد. یک بار چند روز پیش دوستی از پاریس به من زنگ زد و گفت که آیا امینی، شما بنا بود که ششم در اینجا باشید، ما تلفنی دریافت کردیم از آقایی که خبرنگاری و گزارش هم انجام میداد برای یکی از تلویزیون های دانمداری در لندن و ایشان گفتن نه، برنامه روز پنجم هست، پنجم مرداد، یک شنبه. خب بنده جستجو کردم و روشن شد که کسانی در برابر این برنامه با آگاهی از اینکه این برنامه برگزار می شود، چون این برنامه چندین هفته است که در کیهان لندن تبلیغ شده، به آگاهی همه رسیده، ولی یکی از گویا تلویزیون های لندن ابتکار عمل رو در دست گرفته و دیگران هم، و آقای پاتریک بختیار، فرزند زنده یاد دکتر شاپور بختیار رو که چندان هم درگیر مسائل سیاسی جامعه ایران نبوده در این سالها، ایشان رو در واقع دعوت کردن برای اینکه در برابر برنامه نهضت در روز پنجم برنامه دیگری رو در مونپارناس برگزار کنند. ادعا همین است که ما میخواهیم از این حکومت خونریز در ایران بگذریم و دموکراسی و آزادی در ایران فراهم کنیم. یک اعلامیه شتابانی هم از سوی آقای بختیار، پاتریک بختیار، منتشر شده که ایشان گفتن بر پایه میراث پدرشون، ایشان اعلام میکنن که رهبری جنبش ایران در دست شاهزاده رضا پهلوی است و همه باید از ایشان پیروی کنند. و در این برنامه هم روشن است که
ابتکار این برنامه چگونه است. و من گله دارم از کسانی که هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستند و در گفتگوهای خصوصی میگویند که خواهان شورای ملی، خواهان یک حرکت مشترک هستند، ولی چنین نوع برنامه‌ای رو سازمان میدهند در پاریس در برابر کاری که 26 سال است که نهضت مقاومت، یاران زنده یاد بختیار که در کنار او بودند برگزار میکردند و اینک این شکاف رو ایجاد کردند. و گله دارم از دوستانی که اون تلویزیون رو در لندن اداره میکنند که چرا شما حاضر شدید که به جای اینکه یک برنامه برگزار بشود چنین دوپارگی در میان کسانی که از خانواده و یاران بختیار هستند در این دوران بسیار حساس ایجاد کنید. اگر مراد از این که کسی رو بخواهید رهبر در جامعه ایران بسازید این است که تفرقه در میان یاران یکی و خانواده یکی از برجسته ترین نمادهای ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی به وجود بیاورید، آینده این کار از همین امروز آشکار است. یعنی این وعده‌ای که داده می شود درباره دموکراسی در آینده از این نوع کارهای بسیار بسیار خرد و نادرست از همین امروز آشکار است. مگر نمی شد که فرزند دکتر شاپور و بختیار به جای من در این برنامه سخن بگویند؟ مگر نمی شد دوستان دیگر من مهمان نباشم و دیگران بیایند و در همان برنامه‌ای که هر سال در روز ششم برگزار می شود اونها هم شرکت کنند؟ نه، باید یک خط دیگری رو انتخاب می کردند. باید با اعلام هواداری از رهبری شاهزاده رضا پهلوی می آمدند و در روز دیگری رو برنامه اعلام می کردند و با تبلیغات وسیع که بله این برنامه زنده از فلان تلویزیون در لندن پخش خواهد شد و اسم این رو میگذارند حرکت مشترک و متحد برای کنار نهادن جمهوری اسلامی و بنای یک ایران دموکراتیک بر پایه اتحاد مردم، اتحادی که پیش درآمدش چنین نوع بازی‌هایی است، آیندهش از پیش روشن است، اتحادی که نشست‌های محرمانه برگزار می‌کند در دفتر کار خصوصی یکی از افراد و گروه‌های قومی رو در کنار آقای رضا پهلوی قرار می‌دهند، آینده اون از امروز آشکار است. ما اگر به راستی می‌خواهیم یک ایران نو بسازیم باید دست از این نو بازی‌ها برداریم، باید با شفافیت به راستی در کنار یکدیگر باشیم. من بارها در این برنامه گفتم من جمهوری خواه حاضر هستم با کسانی که جمهوری خواه نیستند در راه دگرگون کردن اوضاع ایران همکاری و همراهی کنم و بارها اعلام کردم که بودن من در این تلویزیون که دارنده این تلویزیون مسئول شورای ملی است برای من هیچ گونه دشواری به وجود نخواهد آورد. بنده هیچ شرمندگی از این موضوع ندارم که به عنوان یک جمهوری خواه، به عنوان کسی که هواداری او از اندیشه های زنده یاد محمد مصدق آشکار و روشن و نوشته شده است، با کسانی همکاری کنم که در این راه نزدیک من نیستن، ولی خب بر روی در زمین های دیگری همسو هستیم. و من فکر می کردم و می کنم که این کاری که ما در بنیاد آینده آغاز کردیم و در این تلویزیون فعالیت می کنیم، البته برنامه مستقلی ما در این تلویزیون داریم، برنامه ما هیچ ارتباطی با بقیه دیگر برنامه های تلویزیون ندارد، ولی به هر روی فکر می کنم هم کار ما و هم کار دارندگان تلویزیون به نیکی نشان داده است که می توان با هم کار کرد. اما این کارهای خرد و نادرستی که انجام می شود، مانند برگزاری یک برنامه رقیب در مقابل برنامه‌ای که سال هاست یاران زنده یاد بختیار در قالب این نهضت هر سال در پاریس انجام می دادند، این نوع کارها دلسردی ایجاد می کند، ناامیدی ایجاد می کند، نشان می دهد که ما هنوز درگیر اون گرفتاری های خرد گذشته هستیم. جالب اینجاست که کسانی که امروز شادمان هستند از اینکه فرزند زنده یاد بختیار هواداری از شاهزاده رضا پهلوی کرده اند، فراموش میکنند که در سالهای پایانی زندگی زنده یاد بختیار همراهی با او نداشتند، پشت سر او بد میگفتند. در همین رسانه های خارج از کشور من به یاد دارم هنگامی که زنده یاد بختیار رو ترور کردند در برنامه‌ای که
در این شهر برگزار شد، از سوی دوستان نهضت من مسئول گرداندن اون برنامه بودم و در اونجا در همون آغاز برنامه گفتم که پیش از اینکه گماشتگان جمهوری اسلامی زنده یاد بختیار را ترور کنند، ایشان رو در همین محراب سیاسی خارج از کشور ترور سیاسی کرده بودند. و امروز هم تنها با میراث او بازی می شود. میراث او در واقع این است که باید بتوان با یکدیگر کار کرد، باید بتوان یک نوع اتحادی رو در برابر این حکومتی که 40 سال است در ایران چیرگی یافته به وجود آورد. و از این نوع کارهای خرد، از این کارهای بسیار نادرست نمیتوان راهی رو برای یک سو کردن حرکت انجام داد. ای کاش تنها یک برنامه برگزار میشد، ولی اینک در 2 روز، پنجم و ششم، 2 برنامه در گورستان مونپارناس برگزار می شود. من میهمان برنامه نهضت گروه یاران زنده یاد بختیار هستم که 27مین برنامه رو برگزار می کنند و شادمان هستم که در اون شرکت می کنم. و هنوز هم سفارش من این است که دوستانی که برنامه پنجم رو برگزار کردن، اون برنامه رو به سود برنامه ششم به هم بزنن و پاتریک بختیار و دیگر دوستان همه بیایند در این برنامه. من هم از سخنرانی خودم پرهیز می کنم و اون دوستان در اونجا سخنرانی کنند تا ما بتوانیم صدای واحدی رو برای بزرگداشت زنده یاد بختیار در برابر مردم ایران قرار دهیم و نشان بدهیم که حتی دست کم بر سر میراث و گور یک مردی که زندگی خودش رو در راه آرمانهای خودش، در راه دموکراسی در ایران از دست داد، دست کم بر سر این ماجدال نداریم، گلاویز نمیشویم. ولی افسوس که ممکن است چنین نشود. و هر روی دیدار من با شما همیهنان گرامی که میتوانید به این برنامه بیایید و سپس از راه فیلمی که گرفته خواهد شد در این برنامه و در تلویزیون های دیگر هم حتما پخش خواهد شد، در روز ششم ماه اوت، 15 ماه مرداد، در گورستان، در آرامگاه زنده یاد بختیار، در گورستان مونپارناس در پاریس، از ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آغاز می شود و من سخنران میهمان هستم و دوست گرامی هم آقای علی شاکری زند از طرف نهضت صحبت خواهند کرد و امیدوارم دوستان دیگری رو هم در اونجا ببینم. این گره بود که میخواستم بکنم برای اینکه درست نیست این نوع کارها، یعنی این نوع کارها پیام خوبی رو به مردم ایران نمیدهد، نشان میدهد که ما ایرانیان هنوز شایستگی ساختن یک کشوری رو که در اون به راستی بتوانیم از جریانهای فکری گوناگون در کنار یکدیگر کار بکنیم، هنوز این شایستگی رو نیافتیم. و حتی در این دورانی که چیزی هم در میان نیست، یعنی هنوز سهمیهی تقسیم نمی کنند، در این رقابتهای بسیار بسیار تلخ و گرفتاری های مانده از دوران گذشته، یارگیری های نادرست دوران گذشته، هنوز گرفتار و سرگردان هستیم و پیام درستی برای مردم ایران نداریم. مردم در خیابان هستند، جنبش پایان دادن برای به جمهوری اسلامی آغاز شده. ما از دوران اصلاحات گذشتیم، ما در آستانه یک جنبش رادیکال اجتماعی در ایران قرار داریم و اگر نتوانیم یک حرکت مشترکی رو در داخل و خارج از کشور، به ویژه داخل کشور، برای جایگزینی حکومت به وجود بیاوریم، این بیم و هراس هست که در این وارون کردن حکومت، در این فروپاشی حکومت، ما با یک بحران درونی در ایران روبرو بشویم و چه بسا که جنگ داخلی در بگیرد و چه بسا شیرازی کشور از هم پاچیده بشود و چه بسا جنگ قومی در بگیرد. همه اینها رو نقشه رو برای ما کشیدند. به این در ادامه برنامه خواهم پرداخت، ولی این درد دلی بود که در آغاز برنامه میخواستم با شما در میان بگذارم. زنده یاد بختیار از دوستان پدر من بود، چند باری با هم به زندان افتادند و نیش به یاد دارم که در همون روزهای نخست وزیری بود، پدر من هم با او گفتگو کرد و پیشنهادهایی داشت و بر روی مسائلی است که در برنامه‌های دیگری به اون اشاره کردم. از خانواده جبهه ملی بود و از یاران نزدیک زنده یاد محمد مصدق. شوربختا که در اون دوران
رهبری جبهه ملی به نادرست به زنده یاد بختیار پشت کرد. پیشنهاد نخست وزیری رو شاه نخست به دکتر صدیقی کرده بود، داده بود، و دکتر صدیقی در یک گفتگوی بسیار طولانی تندی که با شاه داشت شرطی رو برای شاه نهاده بود که شاه اون رو نپذیرفت. شرط صدیقی این بود که او در ایران بماند، و اگر او در ایران بماند صدیقی آمادگی پذیرفتن نخست وزیری رو دارد، و شاه حاضر به چنین کاری نبود و میخواست ایران رو ترک کنه، و بختیار چنین شرطی رو نگذاشته بود. دست کم میگویند که بختیار در مقابل حتی خواهان رفتن شاه از ایران بود. بر روی بختیار کوشش نافرجامی بود نخست وزیری بختیار در یک زمانی که بسیار دیر شده بود. بزرگترین نقدی که در این زمینه میتوان به محمد رضا شاه که او هم در همین روزها درگذشت کرد این است که او که دریافته بود بیمار است، او که دریافته بود بیماری لاعلاجی دارد، چرا زودتر به این فکر نیفتاد؟ چرا زودتر کسی مانند صدیقی یا بختیار رو به نخست وزیری بر نگزید؟ همون زمانی که شریف امامی رو یا پس از اون ازهاری رو برای نخست وزیری برگزیده بود، همون زمانی که آشکار بود ایران در یک جنب و جوش اعتراضی به سر میبرد و هنوز رهبری آیت الله خمینی بر این جنبش محکم نشده بود، در اون زمان بود که جا داشت شاه با درایتی کسی مانند بختیار یا صدیقی، کسی از این خانواده فکری رو که مورد اعتماد مردم بود به نخست وزیری بگمارد، و حتی به سود فرزندش رضا پهلوی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود کنار برود و شاید فرای پهلوی نیابت سلطنت رو در پیش بگیره. این گفتگو در اون هنگام هم وجود می داشت، ولی گوش شنوایی نبود، و این کاش چنین شده بود. اگر چنین شده بود چه بسا جمهوری اسلامی در ایران پا نمی گرفت. یعنی زمانی که بختیار نخست وزیری رو پذیرو و من هم از اون پشتیبانی کردم، من از شمار انگوش شمار کسانی از نزدیکان خودم بودم که از نخست وزیری زنده یاد بختیار پشتیبانی می کردیم، می دانستیم که دیر شده. یعنی فضای جامعه فضای التهابی و انقلابی بود، و آیت الله خمینی هم در مقابل بختیار بدل زد، یعنی کسی دیگری رو از این خانواده فکری منتها با رخت دینی آقای بازرگان رو رئیس دولت موقت اعلام کرد که در واقع یک نوع رقابتی رو ایجاد بکند، و خب بازی رو برده بود. در اون هنگام فضای ایران فضای رادیکالی بود که آیت الله خمینی در اون نقش بسیار مهمی داشت، و یاران بختیار هم خطا کردند. یاران بختیار هم پیمانی بسته بودند با آقای خمینی، و این اشتباه رو کردند که به بختیار پشت کردند، و به داوری من کار درستی نبود و باید از نخست وزیری بختیار پشتیبانی میشد. در این راستا طبیعی است که من و بسیاری دیگر از کسانی که امروز علاقمند به همکاری با اونها هستم با هم اختلاف نظر داریم. در این باره من با آقای بنی صدر و داماد ایشان گفتگوهایی داشتم و میدانم که دیدگاه ایشان با من کاملا متفاوت است. بنا نیست ما بر سر تاریخ با هم کنار بیاییم، بناست ما بر سر آینده با هم کنار بیاییم، و بررسی تاریخ رو میتوان در هر زمانی انجام داد و همچنان میتوان در این زمینه اختلاف نظر داشت، و هیچ ایرادی هم در این زمینه نیست. نقدی هم که خورده ای هم که به محمد رضا شاه در این زمینه میگیرم در این است که دیر به فکر اصلاحات افتاد، دیر این صدا رو شنیده بود، و چه بهتر می بود که این صدا رو زودتر میشنید و حتی تاج و تخت خودش رو حفظ میکرد. به داوری من پادشاهی در ایران حفظ شدنی بود، اگرچه من جمهوری خواه هستم و مدل جمهوری رو بیشتر میپسندم، ولی فکر میکنم اگر شاه یکی دو سال زودتر به این فکر افتاده بود و آدمی مانند بختیار با این مسئولیت که کشور رو دموکراتیزه بکنه نخست وزیری رو میپذیرفت، چه بسا ما دچار بختک جمهوری اسلامی نمیشدیم. تاریخ رو البته نمیتوان با البته و اماها و شایدها بنا کرد. اینها حدس و گمانی است که میزنیم و میتوانیم بگوییم که چه بسا چنین میتوانست بشود و شاید هم نمیشد. بر روی این فرصت تاریخی از دست رفت، و ما مردمانی هستیم ایرانیان فرصت سوز، فرصت های تاریخی رو از دست میدهیم.
این رو به درستی یکی از رهبران اسرائیل درباره فلسطینی ها گفته که اونها مردمانی هستند فرصت سوز. ما از اونها فرصت سوزتر هستیم. فرصت های تاریخی رو نخبگان ما همواره از دست دادند. حتی در همین جمهوری اسلامی هم هنگامی که جنگ ایران و عراق اوج رسیده بود و ایران دست برتر رو داشت و عراق حاضر بود که تسلیم بشود و دولت های عربی پذیرفته بودند خسارت کلانی به ایران بپردازند، دولت آقای خمینی زیر بار نرفت و این فرصت رو سوزاند و سرانجام با خفتی این صلح اجباری رو پذیرفت که هیچ منفعتی هم برای ایران پس از اون نداشت. البته چه بهتر می بود که جنگ به پایان رسید، اما این جنگ می توانست زودتر به پایان برسد با دریافت غرامت و با سربلندی ایران در اون هنگام، ولی خب این فرصت تاریخی رو سوزاندند. امروز هم ما در برابر یک فرصت تاریخی دیگر قرار گرفتیم. این فرصت تاریخی در زمینه گذار از این حکومت است. یعنی ما به جایی رسیده ایم که خود این حکومت، یعنی حکومت دینی در ایران از رمق افتاده. باید نگاه کنیم که چگونه اصولا این حکومت به سر کار آمد. ما در درازای دوران پس از انقلاب مشروطه با یک نوع آرامشی، یک نوع همزیستی میان ساختار دینی در ایران و دولت غیر دینی در ایران روبرو بودیم. از زمان مشروطه و سپس در تمام دوران پادشاهی رضا شاه و محمد رضا شاه. به این معنا که با شکست نیروهای مشروع خواه، آخوندهای مشروط خواه بیشتر بر ساختار روحانیت شیعی چیره شدند و بیشتر اونها پیرو مکتب کسانی مانند شیخ رضا انصاری بودند، کسانی که بنیاد مرجعیت رو و سلسله مراتب مرجعیت رو در ساختار دینی ایران نهادند و روی هم رفته از همان دوران پس از مشروطه یک نوع مدارا با پادشاه شیعه ایران آغاز شد. از زمان آخوند خراسانی و سپس در دوران آصف الحسن اصفهانی که در تمام دوران رضا شاه بزرگترین مرجع تقلید در نجف به شمار می آمد و همچنین آقای حائری که پایه‌گذار حوزه علمیه قم بود، اینها به گونه‌ای با رضا شاه سازش کرده بودند. نه این است که با او همراهی داشتند، پذیرفته بودند که دست او رو برای کارهای سازندگی در ایران آزاد بگذارند و مقاومت اندکی در مقابل او انجام میدادند. حتی هنگامی که حاج آقا نورالله به قم آمد برای اینکه در مقابل نظام وظیفه اجباری یک جنب و جوشی رو در برابر رضا شاه برانگیزد، آقای حائری رو خاموش کرد. پیش از اون هنگامی که رضا شاه آقای بافخیر و آیت الله بافخیر رو در صحن حرم محسومه کتک زده بود، آقای حائری جلوی اعتراض رو گرفت و تا پایان کار هم از دخالت در سیاست جلوگیری میکرد. این روش رو سالیانی پس از درگذشت اصفهانی آقای بروجردی دنبال کرد. بروجردی با شاه روابط روی هم رفته نزدیک داشت. حتی در زمان 28 مرداد هنگامی که شاه در روم به سر می برد، بروجردی به او تلگراف تبریکی زد و بازگشت او رو خواهان شد یا ستایش کرد، حالا جزئیاتش رو بذارید که واردش نشم، در حالی که در هیچ دورانی وارد گفتگو بر سر نفت نشده بود، هیچ گاز ملی شدن صنعت نفت پشتیبانی نکرده بود، هیچ گاز مصدق پشتیبانی نکرده بود. روی هم رفته دستگاه رسمی دینی مرجعیت ایران پادشاهی پهلوی رو پذیرفته بود. نه این است که یک سر به اون باور داشت، ولی پذیرفته بود که دست زدن به این ساختار پادشاهی ممکن است به زیان این ماندگاری جامعه روحانیت تمام بشود. ولی از پس از شهریور 20 یک جنب و جوش اسلام سیاسی در ایران آغاز شد که فدایان اسلام نخستین منادیان این نوع اندیشه بودند و سپس آیت الله خمینی با متحد کردن سه گروه مذهبی در سه مسجد، یکی در اصفهان و دو دیگر در تهران، جمعیت مؤتلفه را ایجاد کرد، همون جمعیتی که حسن علی منصور رو ترور کردند. و از دل این جمعیت مؤتلفه بود که یاران خمینی شکل گرفتند و اندیشه یاران خمینی و آیت الله خمینی با اندیشه چیره بر جامعه روحانیت پس از مشروطه همسو نبود. یعنی مدارای با شاه رو، مدارای با سلطنت رو نمیپذیرفتند و خواهان ولایت فقیه بودند.
و میخواستن روحانیان به قدرت برسن. به همین دلیل هم پس از انقلاب اسلامی اون ساختار سنتی مرجعیت در ایران به هم پاشید. ولی فقیه بر بلندای قدرت قرار گرفت و اون ساختار سنتی روحانیت به کنار رفت. از این رو می توان گفت که اگر این فرصت تاریخی رو در زمانی که به پایان دوره پادشاهی در ایران نزدیک می شدیم، دوره پهلوی، اگر این فرصت تاریخی رو نسوزانده بودند، چه بسا بیشتر حتی روحانیان شیعه ایران هم با خمینی هم صدا نمی شدند. یعنی اگر حرکت زودتری شکل گرفته بود. امروز این پروژه آیت الله خمینی و جانشین او خامنه ای در ایجاد یک ولایت فقیه به جای یک ساختار سنتی دینی در ایران شکست خورده، به پایان رسیده، هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه اخلاقی. فسادی که اینک دامنگیر جامعه ماست در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، شاید در تاریخ جهان بی‌نظیر بوده. از نقطه نظر سیاست خارجی هم ایران یکی از منزوی ترین کشورهای جهان است. ما یک فرصت تاریخی رو در پیش روی خود داریم و شوربختا که بار دیگر شاید این فرصت تاریخی رو از راه همین کارهای خردی که انجام می‌دهیم، از راه همین کارهایی که در ادامه برنامه بون اشاره خواهم کرد، چه بسا می توانیم این فرصت تاریخی رو از دست بدهیم. ما در ایران امروز با یک فرصت تاریخی و با یک بحران تاریخی روبرو هستیم. جمهوری اسلامی، حکومت ولایت فقیه، می توان گفت نزدیک به یک سال و نیم است که شمارش معکوس اون آغاز شد. من این رو بارها در این برنامه گفتم. ما به پایان راه رسیدیم. در این پایان راه نه دیگر اصلاحات رنگ و بختی دارد، نه دیگر میتوان امید تنها به این داشت که دولت‌های خارجی بیایند و ترتیب جمهوری اسلامی رو بدهند و مانند عراق و افغانستان و لیبی و سوریه برای ما دموکراسی‌های از اون دست بسازند. ما باید خودمون رو بسازیم و این فرصت تاریخی فراهم شده. مردم هم در خیابان هستند. ما جامعه و ملت خاموشی نداریم. ما جامعه جوان، پرشور و خواهان آزادی و دموکراسی داریم که در خیابان و میدان و در صحنه هستند. یک فرصت تاریخی است. این پروژه استثنایی حکومت دینی در ایران به پایان رسیده. خود حکومتیان همین رو میدانند. سخنانی که در این باره در لابلای حرف‌های اونها میشنوید گواه بر این است که حکومتیان هم پی بردند که به پایان راه رسیدند. طبیعی است که تا پایان کار برای حفظ امکان خودشون مقاومت خواهند کرد و حتی خون خواهند ریخت. در برابر چه میتوان کرد؟ نخست این است که باید پذیرفت، همگان باید بپذیرند که بدیل حکومت در درون ایران به وجود خواهد آمد. در خارج هیچ کس نمیتواند ادعا بکند که رهبر آینده یا رهبران آینده ایران خواهد بود، چون اونهایی که جمهوری خواستند، چون اونهایی که امید به شاهزاده رضا پهلوی بستند، چون اونهایی که امروز دخیل به امامزاده کاخ سفید می‌بندند. نه، آینده ایران باید در درون ایران رقم بخورد و در خارج ما میتوانیم صدای مردم درون ایران باشیم. چه کار باید کرد؟ من به عنوان یک جمهوری خواه نخست امیدوار هستم که یک جبهه بزرگ جمهوری خواهان در خارج از ایران با پشتیبانی گروه های درون کشور به وجود بیاید، چون من ایران آینده رو یک ایران جمهوری حقوق بشری می دانم، یک جمهوری مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. اما سخت بر این باورم که برای گذار از این حکومت و به ویژه برای جلوگیری از تجزیه ایران، جلوگیری از هم پاچیده شدن ایران و جنگ قومی و دخالت خارجی، باید آستین ها رو بالا زد و از درون خود بیرون رفت. یعنی من جمهوری خواه بر این باورم که جبهه جمهوری خواهان باید با هواداران پادشاهی، هواداران رضا پهلوی یک کار مشترک انجام بدهند. باید با کسانی که از جمهوری اسلامی بریدند و اینک خیلی اصلاح طلبان تحول خواه، خیلی روشنفکران دینی رو تشکیل میدهند، با اینها بتوانند کار کنند و باید کار کنند. راه دیگری نیست. برخی از مسائل گذشته رو باید پشت سر نهاد.
اما سفارش من به هواداران شاهزاده رضا پهلوی به شخص ایشان این است و این اینک در واقع در این تلویزیون دارم با شخص ایشان سخن میگویم. دست از این داستان اینکه ایشان رهبر آینده ایران خواهند بود رو بردارید. اگر میخواهید یک جبهه گسترده ای از مخالفان به وجود بیاید، اگر میخواهید جمهوری خواهان ایران مانند من حاضر بشوند با هواداران منطقی دموکرات شده پادشاهی در ایران همکاری کنند، ما رهبر لازم نداریم. رهبر باید در کوران مبارزه به وجود بیاد. دکتر شاپور و بختیار در کوران جنب و جوش اجتماعی رهبر شد و نخست وزیر شد و جبهه در خارج از ایران به وجود آورد و جان خودش رو در این راه از دست داد، از پیش به دلیل اینکه کسی پدر بزرگش پدرش پادشاه بوده رهبر نمی شود. باید در کارزار مبارزه اجتماعی کسانی شایستگی خودشون رو نشان بدهند. من هیچ گرفتاری در این نمی بینم. من جمهوری خواه که با کسانی که هوادار پادشاهی در ایران، مشروطه پادشاهی در ایران هستند، هوادار شاهزاده رضا پهلوی هستند، همکاری کنیم در راستای گذار از جمهوری اسلامی. من به جمهوری باور دارم، به یک جمهوری سکولار، جمهوری حقوق بشری، ولی شرطش این است که شما از پیش رهبر تعیین نکنید، نروید از افراد امضا بگیرید که آقا رهبر جنبش ملی ایران فلان کس است و همه باید این رو بپذیرند و سر تسلیم فرود بیاورند. نه، از این کارها، انجام این نوع کارها به جنبش مخالف جمهوری اسلامی زیان، اپوزیسیون ایران زیان میرساند، شما رو هم به جایی نخواهد رساند. باید به راستی بیایید و بگویید که ما به عنوان یک نیروی برابر میخواهیم با هواداران جمهوری برای انجام رفراندوم برای تشکیل مجلس مؤسسان همکاری کنیم. موضوع خیلی ساده است. رفراندوم برای تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین قانون اساسی ایران بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، زیر نظر سازمان ملل، زیر نظر نهادهای مورد پذیرش اپوزیسیون ایران. این رو هم بپذیرید که رهبری جنبش آینده ایران یا سازندگان آینده ایران در درون ایران و در کوران مبارزه شکل خواهند گرفت. ما ژنرال دوگل که پارتیزان ها رو رهبری کرده و با متفقین برنامه جنگی ریخته نداریم. ما آدم هایی داریم که فکر می کنند که چون پیشینه دارند از این حساب پسنداز می خواهند هزینه کنند. ما چنین چیزی نداریم و باید دست از این بازی ها برداریم و آدم هایی که با گرفتن پول از دیگران یا با نزدیکی با دولت ها میخوان در این راه یک عبایی هم ردایی هم برای خودشون درست کنن، جایی هم برای خودشون درست کنن، به این هرکس زیان خواهند رساند. جناب آقای رضا پهلوی، شما اگر میخواهید جمهوری خواهان ایران رو باورمند به این بکنید که به راستی میخواهید یک جبهه گسترده‌ای برای مخالفت با جمهوری اسلامی به وجود بیاورید و شما هم در اون شرکت کنید، نخست باید از ادعای رهبری دست بردارید. دو دیگر این است که از این کارهای کناری هم دست بردارید. سه دیگر این که از نشست و برخاست با گروه‌های قومگرایی که می‌دانیم خواهان یک پارچگی ایران نیستند، از اینها هم پرهیز کنید. به سود شما نیست. زیر بار چنین پروژه‌هایی که دولت عربستان و اسرائیل به دنبال اون هست نروید. ما می توانیم در میان ایرانیان میهنخواه و میهندوست جبهه گسترده ای رو برای گذار از جمهوری اسلامی ایجاد کنیم. من در گام نخست بر این باور هستم که جمهوری خواهان ایران باید یک پارچه بشوند، همراه بشوند، ولی به این معنی نیست که نمی توان با هواداران پادشاهی در ایران که به داوری من دیگر امیدی برای بازگشت اون در ایران نیست همکاری نکرد، از جمله شخص خود رضا پهلوی و پیرامونیان ایشان. من در گفتگوهایی که داشتم با از جمله دارنده تلویزیون اندیشه دریافتم که بسیاری از اینها آدم هایی هستند که به راستی باورمند به دموکراسی و حتی شاید به گونه یک نوع جمهوری هم باشند. این است که ما باید اگر میخواهیم این کار رو انجام بدهیم برخی بازی های گذشته کهن سیاسی رو کنار بگذاریم و شفاف رو در رو با هم سخن بگوییم، آشکار با هم سخن بگوییم.
برنامه ریزی هایی نکنیم که به عدم اعتماد، به افزایش عدم اعتماد میان ما بیانجامد. ما به اندازه کافی چنین گرفتاری ها رو داشتیم. باید کاری کرد که گسترده ترین نیروی نخبگان ایران در داخل و خارج از ایران پشتیبان چنین حرکتی باشد. باید بتوانیم مانند انقلاب مشروطه یک خانواده فکری برای بنای ایران آینده ایجاد کنیم. این ایران آینده ترسیمش چندان دشوار نیست. ما ایران دموکراتیک میخواهیم، ایران پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر میخواهیم، ایرانی میخواهیم که دینداران آزاد باشند ولی کاری به کار اداره کشور به عنوان یک ساختار دینی نداشته باشند. دین مردم آزاد از افراد هنگامی که وارد کار دولتی میشوند که دین خودشون رو کنار نمیذارند، نماینده مجلس که میشوند که بیدین نمیشوند، اما دین رو مبنای اداره جامعه نمیدانند، حکومت دینی رو نمیپذیرند، الهیات رو نمیخواهند به جای قوانین بنشانند، شرعیات رو نمیخواهند به جای کار عرفی بنشانند، بلکه قانونگذاری زمینی رو میپذیرند مانند دیگر کشورهای پیشرفته جهان. ما به برابری حقوق شهروندان باور داریم. از هر تیر و تبار و از هر آیینی که هستند، چه به آیینی باور داشته باشند چه بیدین باشند، هیچ جای برتری برای پیروان یک آیین در برابر آیین دیگر نیست. ما زبان فارسی رو زبان ملی اداری و زبان مشترک مردم ایران می‌دهیم، ولی مردم ایران باید آزاد باشند، زبان مادری خودشون رو پرورش بدهند، به این زبان آموزش بیابند، این زبان رو نگه دارند، به این زبان کتاب بنویسند، فرهنگ خودشون رو حفظ کنند. هیچ گرفتاری در این راستا نیست و نباید باشد. هر استانی باید از سوی مردم اون استان اداره بشود. جای گفتگو نیست. مرکز نباید استانها رو اداره بکند. استانها باید خودگردان باشند. ولی ما باید دارای یک دولت توانای مرکزی باشیم که این دولت در واقع پاسخگو به منافع ملی ایران در سپهر جهانی است. همه اینها رو میتوان انجام داد و به نتیجه هم رسید. این چشماندازی است که من برای آینده میبینم. ما با یک فرصت تاریخی بسیار بسیار نیکی در ایران روبرو هستیم و در این حال با یک شرایط بسیار بسیار خطرناکی. بیم جنگ می رود، امکان فروپاشی ایران وجود دارد، امکان جنگ داخلی در ایران وجود دارد، امکان درگیری های قومی در ایران وجود دارد، دخالت خارجی می تواند ایران رو از هم بپاچاند. همه اینها وجود دارد. اما چشمانداز آینده ایران برای من جمهوری خواه هوادار اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیار امیدبخش است، مشروط به اینکه بتوانیم بپذیریم که چگونه باید این کاروان رو به سرمنزل مقصود رساند. در هر دوره تاریخی انسانهایی مانند کسانی که دل به آینده ایران بستند و توانایی هایی دارند می توانند بهترین چهره خودشون رو نشان بدهند و می توانند بدترین چهره خودشون رو نشان بدهند. می توانند وارد بازی هایی بشوند که وثوق الدوله شد، قرارداد 1919 رو نوشت و خودش رو برای همیشه در تاریخ ایران بدنام کرد. می توانند وارد زد و بندهای محرمانه در راهروهای وزارتخانه‌های کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا بشوند، با وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس CIA و دیگر گروه ها نشست و برخاست کنند، پیمان ببندند و از اونها بخواهند که اینها را مانند چلبی از راه هلیکوپتر به ایران بازگردانند. یا می توانند به اوج برسند، پرواز کنند، عقاب باشند، کلاغ نباشند. می توانند بیایند و آستین همت، یعنی آستین بالا بزنند و همراه دیگران با یک پروژه شفاف برای ساختن آینده ایران کوشش کنند. کسی اگر شایستگی رهبری جامعه آینده ایران رو داشته باشد، بذارید این رهبری در کوران و کوره مبارزه
گداخته و پرداخته بشود. از پیش چنین چیزی رو به سینه کسی سنجاق نکنیم که فلان کس چون از این خانواده برخواسته، بنابراین دارای چنین ویژگی هایی است. چنین کس چون 30 سال فلان کار مبارزاتی رو کرده، از چنین امتیازی برخوردار است. نه، اجازه بدهید در جامعه آینده ایران، در این کوران مبارزه‌ای که در خیابان‌های ایران، در شهرهای ایران در جریان است، سازندگان آینده ایران ساخته بشوند، پرداخته بشوند. و اگر کسی شایستگی این رهبری در خارج از ایران هم داشته باشد، خب خودش رو نشان بدهد، این شایستگی رو به انجام برسانند، به مردم نشان بدهد. ولی در این راستا باید با شفافیت کار کرد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.